دولت سریلانکا یکی از بیشترین حکومتهایی در جهان بوده که طی چند دهه اخیر علیه مسلمانان کشورش ظلم و ستم اعمال کرده است بر همین اساس مسلمانان سریلانکا با انتشار شکایت خواستار جلوگیری از نفرت پراکنی بودایی های مورد حمایت دولت علیه مسلمانان در این کشور شدند همکارم علی اکبری گزارش می‌دهد نمایندگان مسلمان از یک راهب بودایی سرشناس به دلیل اظهاراتش در ایجاد نفرت از جامعه اقلیت مسلمان در سریلانکا شکایت کردند. مجیب رحمان از نمایندگان مخالف دولت گفت ما درباره اظهارات ونگالا گوداکترو راهب تندروی بودایی در برنامه های اخیر تلویزیونی و رسانه های اجتماعی به بخش تحقیقات جنایی شکایت کردیم این راهب بودایی حملات یک شنبه عید پاک در سال 2019 را به گردن مسلمانان انداخت و نسبت به حمله تروریستی مشابه در آینده هشدار داد. یکی از کلیساهای سریلانکا پیشتر خواستار تحقیق درباره افشاگری های راهب درباره احتمال حمله مشابه بمبگذاری های عید پاک شده بود. در همین حال سیریل گامین مدیر سابق مرکز ملی کاتولیک ارتباطات اجتماعی 16 سپتامبر خواستار تحقیق فوری برای اطمینان از امنیت مردم سریلانکا بر اساس ادعاهای این راه به بودایی شد از سوی دیگر مسلمانان در نامه ای شکایت خود خواستار جلوگیری از نفرت پراکنی بودایی ها علیه پیروان اسلام در سریلانکا شدند این اولین باری نیست که یک راهب بودایی دست به ایجاد نفرت علیه مسلمانان میزند پیش از این نیز مسلمانان بارها و بارها مورد آزار و اذیت بودایی ها قرار گرفتند پیشتر یک راهب ارشد بودایی در سریلانکا اقلیت مسلمانان را متهم به تخریب دیگر جوامع این کشور کرده و خواستار اقدامات شدید از جمله تحریم کسب و کار مسلمانان شده بود او مدعی شد مسلمانان به طور سیستماتیک برای کاهش جمعیت بودایی ها در سریلانکا فعالیت می کنند. این راهبه بودایی خطاب به حامیان خود گفت از مغازه های مسلمانان چیزی نخرید. آنهایی که از مغازه های مسلمانان خرید می کنند بچه دار نخواهند شد و در ده تا پانزده سال آینده عواقب کار خود را خواهند دید. وی همچنین در ادامه ادعاهای واهی خود گفت پزشکان مسلمان قصد کشتن صدها هزار کودک بودایی را دارند.